خب ببخشید دوباره قطع شد. حرف حساب ندارن دیگه. اومده فوش میده. قطع شد دوباره. بچه‌ها بیان بالا، دوستان بیان بالا. ببخشید. قطع شد دوباره. پوزش میخوام. خب این به موه امام بهتون میگم، به موه امام حسادت میکنن اینا. عجبا. دیگه دختر به موه ما چی بگم؟ خدا یا شکرت که اینا حرف حساب ندارن. خب آقا یه پاکستان من شما رو گرفتم نیومدید بالا. نفر بعدی، نفر بعدی تاجر مرگ. حوصله ندارم. تاجر مرگ می مزخرف میگی. تاجر مرگ، حالا یه دو دقیقه تاجر مرگ رو میاریم بخندیم. حرف حساب نداره تاجر مرگ. شهامت نداره اسمشو بذاره روی آیدیش. تاجر مرگ سلام. درود آقای تاجر مرگی که زده حکومتی، حداقل یاد بگی درود بده. من درود میفرستم. سلام همون دروده. درود هم سلام. اوکی خب درود بر شما. سلامت باشه. درود به شما آقای. خب بگو جونم. شما سری قبلی به خاطر اینکه یه تکلیفی رو برای خودت مشخص کرده بودی و دوست داشتی چهره یه سری ها رو استوری کنیم، من سری قبلی چنین پای بهت ندادم، من انداختی پایین و حرفای منم گوش نکردی. الانم آوردم بالا. یه دقیقه میتونی صحبت کنی؟ میدونی چرا؟ چون تو شهامت اینو نداری حتی نام من، حتی نام فیک بذاری برای خودت. آره من شهامت اینو ندارم. اما حتی اینم نداری. اما خودتو گفتی تاجر مرگ. حالا گوش کن، خودتو مثلا یه نام تا پشت مثلا یه دونه آبی قایم شدی و پشت یه تصویر آبی و پشت یه نام جعلی، بعد میخوای حکومت برانداز کنی. خب نه من نمیخوام حکومت براندازی کنم. چیکار میخوای بکنی؟ من پرسشگرم از حکومت. من فقط سوال میکنم. ببین کسی که هویت معلومیت نمیتونه پرسشگر باشه. کسی که هویتش معلومه. من به عنوان یه شهروند دارم سوال میکنم. مثلا معلومه شهروندی شاید تو تل آویو نشستی، من چه میدونم؟ نمیدونم. امید دانا هویتی نداری. ولی تو میتونی من بگی امید دانا چرا؟ ببین تو هویت نداری به خاطر اینکه اومدی از نام منو چی تده کردی؟ سلطنت استفاده کردی. حالا من چی تده کردم؟ شب اومدی مشروب گذاشتی وسط خوردی. تا جون در بیاد. حالا اینو خاطر برای من چی تده کردی؟ بعد حالا اومدی چونتو گذاشتی تو بغل جمهوری اسلامی. ببین ادب داشته باش. ادب داشته باش. مونتا تو الان منو داری صدا میکنی دیگه. به من میگی امید دانا. من تو رو چی صدا کنم؟ اسم منم تاجر مرگه. تاجر مرگ منو خطاب کرد. نه دیگه. تو هیچ نامی نداری. همینت بس دیگه. تو هویتی نداری. امید دانا. من یه پرسشگرم از توی که مدافع جمهوری اسلامی هستی. جواب منو میدی؟ آقا دمت بالا. 30 ثانیه میتونی صحبت کنی بعد برو پای. جواب سوالات من رو میدی یا نه؟ به عنوان مدافع جمهوری. 30 ثانیه یه سوال بپرس برو پایین جواب میدم. باشه اوکی. یه سوال ازت میپرسم. منابع مالیت رو برای خودت که خودت رو یک اصلاح طلب میدونی، یعنی در گذشته خودت رو یک فرانداز میدونستی و الان خودت رو یک اصلاح طلب میدونی، منابع مالیت رو مشخص بکن. و اینکه شما مدعی میشی در اروپا 50% مالیات میدن، لطفاً روی فیش حقوقیت که توی کشور سوئد داری به دست میاری بیار به همه ثابت بکن که تو 50% درآمد کلیت رو پول مالیات میدی. همین کار رو برای دیگه... من بکنی من کافی برام. خیلی ممنونم. سوال دیگه ای ندارم. تو کی هستی؟ نامت چیه؟ نامت چیه من برات انجام بدم؟ من تاجر مرگ است اسم من. باشه. وارو خداحافظ. باشه. من منتظرم آقای دانا. آره باش منتظر باش تا زیر پاد علف در بیاد. منابع مالی هم دست دادم فدات شم. قربونت برم. حتی نام ندارید شماها. نام نداری بدبخت. تو میخوای من صدا کنی بهم میگی امید دانا، اینم تصویرم. نام و تصویر نداری. تو اصلا نمیتونی پرسشگر یا چیزی باشی. چون تو اول وقتی تو اروپا قوانینه. شما وقتی که میخوای کسی شکایت کنی یا گزارش کسی رو بدی، اول باید هویتت مشخص بشه. تو هویت نداری. پس بنابراین باید سکوت کنی. آقای یحیی 80 تاجر بنگ درست میگی. دقیقاً هویت نداری عزیزم. وقتی هویت من اون موقعش هم که با جمهوری اسلامی مبارزه میکردم فدای تو بشم، من هویت داشتم، تصویرم مشخص بود، همه کارام هم اون موقعم که با جمهوری چه تو ایران چه بیرون. تاجر مرگ. آره بابا برو حالا چاقو میوه خوری بهش بدی دست خودشو میبره، به خودش میگه تاجر مرگ. طرف نام خودش رو نتنی گذاشته تاجر مرگ، نام نداره، بعد این میخواد برانداز کنه. خب آقا داریم میگیریم، آقای حمیده داریم میگیریم.
آقای حمید گرفتیم نیومد. نفر بعدی دوستان من دارم میارم دیگه، دونه دونه دارم میبینم. جواب سوالشو دارم عزیزم، 10 برنامه ساختم. خب آقای احیا من شما رو گرفتم نیومدید. خب آه اونجا میذاری میری اونجا برمیگردی دیگه. اوکی بس من نشستم برگشت خبر بده. اوکی رضا سلامت، سلامت گو رضا سلامت. پیدا نمی کنم الان. اوکی نفر بعدی امنیت، امنیت همچین چیزی. بیا بالا به هر حال. سلام ایدانم. درود بر شما، زنده باشید جونم. اصلا نباشید. ببخشید من چهرم رو نشون نمیدم چون الان سر وضعم مرتب نیست. ایراد نه، بفهمید. عرضم به خدمتتون که اول که شما یک صحبتی فرمودین گفتین که مثالای اسلامی نزنین. خب منم موافقم با شما، ولی منم توصیه میکنم که همون مثالای ایرانی رو بزنیم. همونجوری که تو ایران به همه ادیان و همه اعتقادات احترام میذاشن، ما هم احترام قائل باشیم برای همه ادیان و زیاد اصلا دلوقتي. به نظرم این حرفا رو الان توی این موقعیت پیش نکشیم خیلی بهتره و به همون ایران فقط فکر بکنیم. یک نکته و یک نکته دیگه، من خیلی امروز لذت بردم صحبت‌های شما رو گوش می‌کردم در مورد حشد شعبی. اینکه فهمیدین که بغداد قلب ایرانه، من واقعا از کمتر کس این حرفو شنیدم. نمیدونم چرا یه عده فقط ایران رو تو همین مرزایی که الان تعریف شده تعریف می‌کنن، در صورتی که چجور می‌خوان 2000 3000 سال تاریخ ایران با بغداد و و شهرهایی که اصلا جزء جدای ناپذیر ایران بوده رو بذارن کنار، صرفا به دلیل اینکه بله اصلا قلب ایرانه. بعد این بدبختا همیشه، یعنی مردمی که ساکن عراق امروزی بودن همیشه گوشت قربونی ملت ایران بودن. یعنی زمانی هم که اسلام به ایران حمله کرد، قادسیه کجاست؟ انقدر ما میگیم قادسیه 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 تو عراق امروز دیگه. بله و این همیشه گوشه قربونی بودن بیچارا. و این حوزه فقط مختص به عراق نیستش، مال ترکمنستان هست، افغانستان هستش، یه بخشای خیلی زیادی از منطقه بحرین هستش. اصلا همین کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس شیخ نشینا همه جزء ایران بودن. نقشه‌هاشو حداقل یه نگاهی به نقشه ایران بوده، فرهنگش هم بود. ولی بغداد یا عراق کنونی، بخواد حالا جنوب بغداد مثلا تیسفون، اون اصلا قلبه، یعنی پایتخت ایران. اون اصلا مهد فرهنگ و مهد گسترش علم و مهد به قول معروف دانشمندان ایرانی بوده، که حتی دانشمندان مسلمان هم میومدن بغداد از دانشمندا و اساتید ایرانی علم رو فرا میگرفتن. من عراقی ها چقدر ایرانی ها رو واقعا دوست دارم. من خیلی دوست عراقی دارم واقعا. ببین خیلی ایرانی ها رو دوست دارم. من اصلا جنگ ایران عراق و عراقی ها زیاد در ارتباط بودم، چون خودم بچه خوزستانم، خودم عرب هستم، ولی ما عاشق ایرانیم، ما عاشق خلیج فارسیم. مغازه ها یه نگاه بکن اینجا اسم خلیج فارس دارن، همه واقعا عاشق ایران هستن. و واقعا به نظر من این کوته فکری بخوام ایران رو یک کشوری در حد اندازه ارمنستان، در حد اندازه کویت، در حد اندازه عمان بدونیم و انتظار داشته باشیم ایران یک کشور رفتاری مشابه با کویت، مشابه با آذربایجان داشته باشه. ایران کشور خیلی غنیه، ایران کویت نیست، ایران ارمنستان نیست، ایران تاریخ خیلی بزرگی داره، ایران حرف داره تو منطقه، قرار ایران باید یارکشی کنه تو منطقه. من تعجب میکنم هر حکومتی سر کار باشه عوض این که خوشحال باشن. کدام کشوری حاضر 6800 دلار برای پراید پول بده؟ میشه 90 میلیون. انتظار دارم ما بازار عراق رو ول کنیم، کدام کشوری میاد بندر ایران در اختیار اینا که این حرفا میزنن؟ ببین حرفای مفت دارم. بعد میگه ببین چند تا مسئله است، که پمپاژ رسانه‌ای 100 ساله است، یعنی ما زمان شاه هم این قضایا رو داشتیم، مغز مردم از چیزای حقیقی دور میکنن. یکی هم ببین اون موقع هم اتفاقا خیلی جالبه، ما اون موقع هم تلویزیون ملی شاه گن میزد، مثل امروز که صدا سیما گن میزنه. من نمیای اینو بگم، شما این همه فیلم علیه مثلا حالا عراق، جنگ ایران و عراق ساخته شده، هیچ کدوم از این فیلم‌ها نیومده مثلا بگه آقا جان اصلا عراقی‌ها اون موقع پشت ایران بودن. خیلیا این همه مثلا یک فیلم در مورد سپاه بعد مثلا درست نشده که آقا اینا مثلا عراقی بودن که برای ایران جنگیدن. مهاجرین عراقی هستن که الان تو ایران زندگی میکنن، اینا به عنوان معاودین عراقی شناخته میشن. اینا کسایی بودن که زمان جنگ حاضر نشدن با ایران بجنگن و اکثرا اصالت ایرانی داشتن و
صدام اینا رو به ایران دیپورت کرد و بخش زیادیشون الان توی مشهد دارن. زمانش هم یه بخش گسترده ایشون رو دیپورت کرد که شاه مثلا رفتش استقبالش. فیلم شاه هست با فرح میرن. بله. عدم آموزشه. یعنی ما مشکلمون به ما شکستمون زمان شاه هم همین بود. شکست اون واقعا یه سری کارهای درست انجام میشد ولی علیهش میومدن تبلیغ میکرد. ما جنگ رسانه رو 100 سال بلد نیستیم باختیم. ما تمام شکست ما تو جنگ رسانه است. یعنی اگر آموزش درست از طریق رسانه داده بشه ببینید بخش رسانه یه بخشی که حق داریم مال آدمای نوآگاه، ولی کسی که خودشو وطن پرست میدونه، کسی که حرف از عرق ملی میزنه، کسی که حرف از ایرانگرایی میزنه، باید خوشحال باشه اگه ایران داره تو سوریه زبان فارسی یاد میده، باید خوشحال باشه اگر ایران نه تحت فکر نکن همین فکر نکن اینایی که فعال سیاسی ان میفهمن اینا هم خودشون تحت اینا بدتر از مردم عادی خودشون تحت تاثیر مافیای رسانه و به خاطر اینکه تو مافیای رسانه اینها رو مثلا من یک نمونه بیارم خسرو صمدی یا فروهر، این آدم به خاطر اینکه مثلا یه سری چیزا رو میدونست ولی چون اینو راه هیچ وقت راهش نمیدادن تو تلویزیونا، چون راهش بدن تو تلویزیونا بره برنامه های چالنگینا، مجبور شد وارد این مافیای دموکراتیک بشه. یعنی یک بخشی از فعالین سیاسی هم تحت تاثیر قرار میگیرن، هم چون ورود پیدا بکنن به عنوان کارشناس تو این رسانه اینا وارد این مافیا میشن، یعنی مجبور میشن همون حرفا رو بزنن. بله درست میفهم آید دارم. ببینید بحث تعصب، اگه انسان تعصب خودش رو بذاره، من خودم رو مثال میزنم، من تا 6-7 ماه پیش شاید بگم هیچ کسی مثل من تو اطرافیان خودم ضد شاهتر و ضد ارزم پهلویتر اینا نبود. من تحقیق کردم، مسائل رو در نظر گرفتم، برنامه های شما رو، حالا مطالعات دیگه که خودم داشتم، در نظر گرفتم بالاخره هر حکومتی هر سیستمی هیچ موقع رضا شاه یا محمد رضا شاه به قصد خیانت کردن، همشون قصد خدمت داشتن. به نظر من شرایط ببین شرایط یه جاهای یه جوری میشد که محمد رضا شاه و رضا شاه خیلی اشتباهات داشتن به عنوان یک کسی که شاه. ببین شرایط، ببین آخه ببین چیه قضاوت، بعد یه قضاوتی باشه که شرایط آدم باید بتنجش، مگه نه اصلا تاریخ خوندن به نظر من بی ارزش. آره بعد شرایط تاریخی رو نگاه کن، اگر شرایط رو در نظر میگیریم مثل میمونه که ما یه کلیپ رو برداریم تقطیع کنیم بدون اینکه اول یا آخرش رو در نظر بگیریم. آره ببین اول و آخر قضایا رو ما در نظر بگیریم، نه خیلی کارهای درستی کردن، از اونم خیلی کارهای اشتباه. ببین یه سری چیزا بوده که خب این مسئله چیه، هیچ حکومتی 100% نه اصلا انسان نباشه، خودم و خود شما تو کل زندگیمون همه کارامون درست بوده. بله. اصلا همه تمام چیزهای پدیده‌های بشری نسبت، یعنی حالت نسبی داره، هیچیش کامل و اینا نیست. به هر حال اجازه بدید دوستان دیگر هم بیارم بالا، دستتون درد نکنه. ممنون، لطف دارین، تشکر. ممنون. اینه مسئله تاریخی رو باید درست نگاه. به نظر کی بهترین کسی که رهبر باشه کیه؟ گفتم همین خامنه ای. یعنی شما اگه شرایط امروز رو با شرایطی که الان کشور ما داره همه مسئله که بیاید دو تا چهار تا کنی، آقا بهتر از خامنه ای سراغ نداریم الان. شاید ایدئال من نباشه خامنه ای، مسلما ایدئال من نیست، یه آخوند مسلمان طرفدار بالاخره جمهوریت، جمهوریت رو اینا آوردن، از هر نظر بگیری از نظر ایدئولوژی ایدئال من نیست. منتها مهم نیست ایدئال من چیه، مهم اینه که نیاز امروز جامعه ما چیه. ما باید اینو یاد بگیریم، فعالین ما، مردم ما همش ایدئالیستی فکر میکنن و عمل میکنن. من میگم ایدئالیستی فکر بکنیم، ولی ایدئالیستی نمیتونیم عمل کنیم قربونت برم. ایدئالیستی عمل کنیم تبدیل میشیم به موجودات متوهم. من ایدئالیستم اینه که الان ببخشید یه اردشیر پاپکان و کوروش بزرگی بیار، ببخشید ایدئال منه، ولی در دنیای حقیقی که الان ما جاری هست توی منطقه ما، من مایستی بر اساس رئالیست منطقه، رئالیست کشورمون بیام و موضع سیاسی بگیرم. ایدئال فکر بکنیم، ولی فعالیت سیاسیمون، فعالیت بیرونیمون، مواضعمون باید بر اساس رئالیست باشه. و من به عنوان کسی هم که در الان شروع میکنم تولید فکر بکنم در راستای ایران شهر، تولید فکری که با رئالیست ما هماهنگ باشه، نه اینکه تو توهم باشیم. 78 78 78 بفرمایید. آ 3 تا 78 بفرمایید بالا. مسئله اینه شروع بخانه خیلی از دوستان در باغ نیستن، ای ما مجبور میشیم بیاریمشون تو باغ. میگه اینجوری باید باشه، خب آقا جان باشه، ولی این تو فکر توه.
فعلا که عملا شماهایی که رگ گردن برای ایران کلوف میکنید، جنگ ایران و عراق فرار کردید اومدید اروپا که سربازی نرید. این بچهای 80 شبی من میان چیکار میکنن؟ ببین اینا چقدر پدر سوختن. از عربستان سعودی پول میگیرن، بعد میان مثلا اون موقعی که بچه‌ها میرن میگن ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، چون به عربای عربستان توهین میشه این قضیه، اینا میان رگ گردن کلوف میکنن از رضا دیبا تا به بقیه و این شعار رو محکوم میکنن. من عراقیایی که ایرانی هم فقط عرب زبان شدن، من اینها رو الان دارن شلوغ میکنن. آقا یه مش عرب اومدن کشورتون، عراقی ها رو عرب میدونن، عربای عربستان رو نمیدونن، پولشون رو از عرب عربستان دارن میگیرن، حمله شون رو دارن به عراقی ها میکنن. و حالا برای ما اون موقع به ما میگفتن نژاد پرست که اشاره واقعا تاریخی ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم، میکنن چیز به عنوان نژاد پرستی به ما حمله میکنن. و الان خودشون دارن به مردم عراق میگن عرب. نه عزیزم، مردم عراق عرب نیستن، عرب زبانن. بعدش هم با ما متحدن، هموطن ما هستن. من کلی آقای نجا محمد علی خیلی از این عزیزان واقعا لذت میبرم وقتی باشون صحبت میکنم. یعنی این چیزاییه که تو مغز ما میکنن. و خیلی جالبه در این حال هم دارن از عربستان پول میگیرن. این خیلی حرفه. یعنی اینایی که دارن میگن عربا وارد ایران شدن، اینا دارن از عربستان پول میگیرن. درود بر شما آقا. اسپانیا خوش میگذره، بارسلون خوبه، چقدر هوا خوبه اونجا. آره عالیه. ببخشید من موقع نهار خوردم بودم توی پارک کنار محل کارم. خوش به حالت. من سریع صحبت‌ها رو بکنم که وقت دیگران رو نگیرم. یه مسئله‌ای بود که من خیلی وقت بود می‌خواستم اینو ازت بپرسم و قبلا هم پرسیده بودم. این برنامه گلوبالیست تو چرا ادامه ندادی؟ آه خیلی باید تحقیق میکردم بیشتر، یعنی خیلی پیچیده و خیلی تحقیقات بیشتری باید بشه روش. بعد یه خورده مسئله روز سیاسی نداشت. آره، چون واقعا برنامه فوق‌العاده ایه. من یه شخصی هست به اسم، البته اسمش دقیق یادم نمیاد الان، اسمش نمیدونم جک چیچی، ولی اسم کانال یوتیوبش که بلک استون اینتلیجنسه. اگر نگاهش بکنی این آدم دقیقاً حرفای تو رو داره. آفرین. البته اونا جلوتر از ما هستن. اونا جلوتر از ما مینه چرا؟ اونا اون جلوتر از من هستن. میخوام همینو بگم. اونا خیلی جلوتر از ما هستن به خاطر که اونا با پدیده گلوبالیست الان سالها روبرو شدن. ما هنوز تو کشورمون روبرو نشدیم. برای همین اونا خیلی جلوترن. دقیقاً. یعنی این آدمو ببینی انقدر قشنگ، حالا هم از سیاست، هم از سیاست آیپک توی آمریکا، هم از سیاست کلا این گلوبالیست توی دنیا، یعنی یه آدم فوق العاده. بعد این آدم مثلا چندین سال پیش اصلا طرفدار اسرائیل و صهیونیست اینا بوده، ولی الان کلا نظرش عوض شده. خیلی نظراتش جالبه، دوست دارم اونم ببینی. و برنامه گلوبالیست و این نیو ورلد اوردر و اینا همه رو داره توضیح میده، نظم نوین جهانی. خیلی در این رابطه صحبت می‌کنم. دوست دارم تو این برنامه رو بسازی، چون داشی میساختی یه وقتی وسط کار بری کردی. آره دوباره باید شروع کنم. آره مطلب بعدی که می‌خواستم بگم، این آقایی که اومد در رابطه با سیستم مالی و این مالیات اینو صحبت کرد. من می‌خوام جوابش بدم. آقا من خودم توی اسپانیا دارم زندگی کنم، من خودم یه مثالم. همینجور دارم کار می‌کنم به عنوان یک آدم تحصیل کردم دارم کار می‌کنم. آقا مالیات اینجا پدر در میاره. مالیات بر درآمد 45% تو اسپانیا، درسته؟ شما تو... حالا دقیق نه یکم این پایین تره، ولی بحث سر اینه ملت اینا رو نمیان به تو بگن که شما یه ماشین میخری ارزونه، اوکی میخری، ولی دم به دقیقه باید پول پارکینگ بدی تو خیابون. آفرین. ببخش اسپانیا که بهشته گوشمان. اسپانیا من اومدم همه شهرها رو گشتم، وای اسپانیا بهشته، تو باید پاشی بیای الان توی سیت زندگی کنی. شما بدتره دقیقاً. میدونم اصلا اسپانیا برای خیلی ارزونه، خیلی ارزونه اسپانیا نسبت به شمال اروپا. اون آقای محترمی که من ببینم تاجر مرگوت شد، اصلا میگم برادر محترم من اینجا دارم زندگی میکنم، جرئت نمیکنم ماشین بخرم، چون که اگر بخوام ماشین بخرم میدونم هزینه زندگیم دو سه برابر میشه. واسه اینکه یه ماشین داشتن فقط خریدنش نیست، حالا بنزینش هم باز میگم بخوره تو سرمون، اونم جهنم، بنزین ندارن گرونه، ولی مسائل پارکینگ، عوارض شهرداری، کوفتت، زهرمان، یعنی انقدر هزینات بالایی که اصلا واقعا من میترسم. حالا اینه که این حرفا رو ما مال تو اروپا داریم، این حرفا رو، این ماشین خریدن تو اروپا خیلی راحته، ولی اتفاقا به نظر من اصلا من مجانی بدم به خاطر که بر هزینه های پشتش انقدر درد سر داره که در میاد. دقیقاً. بعد یه مسئله دیگه هم که شما چند مدت پیش داشتی عنوان میکردی، مسئله بیمارستان اینا که با یکی داشتی صحبت میکردی، طرف بله بیمارستان کارگر بود توی استرالیا، نمیدونم کجا بودن داشتی صحبت میکردی، من میخوام اینو بگم که خودم تجربه کردم. اینجا هم هزینه های پزشکی در اصطلاح مجانیه، اما
تا وقتی که به پای مردن نرسی اینجا کسی به تو نگاه نمی‌کنه. یعنی باید بمیری، لب مردن باشی بهت برسه. آقا یعنی اسپانیا بهترین بیمارستان اعتماد میگم بیشترین رسیدگی رو اسپانیا داره اتفاقا، چون اصلا شمال اروپا که ببین من اصلا اومدم اسپانیا که دلایلی که شاید میام اسپانیا جنوبش زندگی کنم به خاطر که من کل کشورهای اروپایی رو رفتم، دارم تحقیق می‌کنم جامو می‌خوام عوض کنم. اسپانیا یکی از بهترین جاها بود علاوه بر رسیدگی و ارزونی و بعد تا مثلا ما ماشینا تو اسپانیا در هر جا پارک میکردیم دیگه جریمه نمیشدیم. تو سوئد ببین اصلا ماشینا چنان جریمه 100 یورو جریمه میکنه، 100 یورو. آره اینجا 100 یورو جریمه. الان یه جریمه شدم تو اسپانیا دیروز اومد برام 500 کرون، یعنی 50 یورو من دیروز به خاطر که تو جاده با سرعت رفتم برام دیروز اومد قرضش از اسپانیا. اینجا برادر همونجاست ولی میخوام به ملت بگم که آقا اینجا اسمش مجانیه و یعنی شما تا وقتی که نمیری تا دونم اگه برسن اگه نرسن اگه بمیری. من خودم الان یه مشکلی داشتم، خودم هی دکتر دارم میرم و میام باور نمیشه، رفتم اومدم رفت آخر سر دیدم نه آقا اینا رسیدگی نمیکنم، تا اینکه آخرین باری که ایران رفته بودم خودم با هزینه خودم رفتم همه کارامو انجام دادم اومدم. میخوام بگم که یه سری شعارهایی هست توی ایران میدن تو گوش ملت میکنم، اینا واقعا ملت ایران یعنی اگر دارن اینو میبینن نباید باور کنن، چون حقیقت هم چیز دیگه ایه. من خواستم جواب اون آقا رو بدم و اصلا حتی اگر سیستم مالی شما اصلا از جمهوری اسلامی هم تغذیه بشه باز با این حال کسی که کار درست انجام ده از دید من کار درست انجام ده. نه ببین تو اروپا شما خودت داری زندگی میکنی، اولا درسته نمیتونن شما زمین بخوری کلر مثلا، حالا تا یه جای کمک مالی سوشیالی نمیکنن ولی اجازه نمیدن پیشرفت کنی. به ویژه کشورهای شمال اروپاش به شما اجازه، الان ما اینجا رفتیم صحبت کردیم خونه بخریم بعد دیدیم فایده نداره، چون تو خونه میخری حالا تو که رهن بانکی نه قسط بدی بیچاره، قسطش هم مهم نیست، قسطش هم مهم نیست، حالا اونم تو سر شما. ببین خونت هم بخوای مثلا به کسی اجاره بدی اجازه نداری، مگه که بری اجازه بگیری از صاحب مثلا ساختمون یا صاحب مجتمع، یعنی اصلا یه چیز، مگه که بری ویلا بخری حالا اونو نمیدونم، ولی مثلا سر مجتمع که من رفتم چون من تو مجتمع بیشتر زندگی میکنم به خاطر مسئله امنیتی، مثلا دنبال ویلا اینا هیچ وقت نبودم، بعد مثلا برای مجتمع رو که پیگیری کردم ببین اصلا باور نکردنی، یعنی انقدر قوانین ببین رسما اینو بهت چی میگن، رسما توی سوئد اینو بهت میگن که آقا یا برو یه جا ظرف بشوره اینا، ببین کسی که داره ظرف میشوره با کسی که تقریبا خودش داره تلاش میکنه بیزنس داره هیچ فرقی نداره، ولی اونی که ظرف میشوره باز یه خود وضعیتش باز بهتره به خاطر اینکه دردسرای بوروکراسی اداریش کمتره. من اینجا دو سال رک بگم ظرف شستم و الان چند ساله برای خودم کار میکنم اینا. ببین الان که برای خودم کار میکنم یعنی به جایی رسیدم که میگم کاش که مثلا دورانی که ظرف میشستم راحت تر بودم. یه بوروکراسی اداری میندازم تو مالیات و اینا پدر آدمو در میارم. دقیقا من همیشه با خانواده خودم که صحبت میکنم میگم اینجا فقط کم مونده برای نفس کشیدن دیگه، از اون پول بخوان یعنی فقط کم مونده برای نفس کشیدن. اوکی شما در حد یک کارگری باشی که ماهی 400 تا 500 تا 600 تا میگیره اوکی اینجا مالیات به تو نمیخوره، ولی بخوای بری سر کار یه کار درست حسابی داشته باشی یه کمی حقوقت بیاد بالا دولت پا رو خرخرت میذاره. نمیذاره پیشرفت کنی. دقیقاً پا رو خرخرت میذاره، یعنی بعد از یه مدتی شما میبینی آقا من هر چقدر بیشتر کار بکنم خب از اون ور مالیات وحشتناکتر داره میره بالا. فرقی میکنه یعنی ببین تنبل دارن با کشور اروپا دارن تنبل وارد میکنن، اولا مهاجر رو میخوان که پیشرفت نکنه، مهاجر فقط در همون ظرف شروع فلان. من اومدم جزیره قناری خیلی برام جالب بود، مثلا انتظارشم میام جزیره قناری مثلا با پرچم اسپانیا مثلا روبرو شم، همه جاش پرچم سوئد بود، یعنی سوئدیا که کلا جزیره قناری یک جزیره سوئدیه به نظر من، سوئدیا و انگلیسیا اومدن اونجا همه خونه خریدن، اصلا یه چیز عجیب بود. بعد مثلا اسپانیایی دیگه نمیدیدی، همه سوئدی و اینا، مثلا توی کمپی که بودم من همه سوئدی بودن، یعنی اینا ولی همه سوئدیا و بریتانیای چند ساله 60 70 ساله که بازنشستگیشون، یعنی کلا اروپا میگه آقا کل عمرتو تا 65 سالگی به من پول بده، آخر عمرت که پیر شدی من این پولو بهت حالا یه قطره چکونی میدم برو زندگی کن، دیگه 65 سال من دیگه چه زندگی میخوام بکنم، پیر شدم دیگه ارزشی نداره. یعنی جنوب اسپانیا اومدم همه پیرمرد پیرزنا داشتن حال میکردن، جوونا رو نمیذارن حال کنن. یک سری شعارهایی هست توی ایران میدن ولی خب میگم فقط یه چیزی رو بزک میکنن نشون ملت ایران میدن. ببین من نمیگم، منم عین تو نمیگم همه چی بده، سیاه نمایی هم بکنم آفره. نه چیزای خوبم هست، خیلی چیزای خوبم هست اوکی آفره. که از ایران بهتره، ولی نه اینکه بگیم 100% همه چی ایده آله نیست.
یعنی قطعا نیست. میدونی چیه؟ ببین ما با شرایطی که 100 سال مورد 100 سال بیشتر از 100 سال مورد استعمار هستیم. دو تا جنگ جهانی توی اروپا رخ داده، ما بزرگترین قربانیش بودیم. خنده داره. اینجا جنگ جهانی، یعنی بیشترین کشته‌ای که ما تو جنگ جهانی اول داریم 10 میلیون، کل اروپا 10 میلیون کشته نداره. با شرایطی که تاریخ ما گذرونده، با همه این اوصاف، یعنی هر کشور دیگه ای بود ببخشید تموم شده بود. ولی با همه این توش مثلا یارو به من میگه که آقا ما تو ایران میخوایم بیمارستان بریم خیلی پول باید بدیم. میگم خب بهش مالیات نمیدی آنچنان. ما مالیات معنی نداره تو کشورمون، کسی مالیات نمیده، خیلی مالیات کمی میدن. بابا اینجا من حالا من توی اسپانیا داشتم آمار میگفتم، چون حالا ایالت با ایالت فرق داره، مالیات بر درآمد الان تو شما تو بارسلون هستی دقیقا چنده؟ بیشتر میده، بیشتر میده. اینجا نزدیک فکر میکنم 28-29. من اون چیزو دارید شما، مالیاتی که چیز بعد بده، مالیاتی که سابکار بعد بهتون بده اینا، مثلا برای بیمتون اینا، ما توی سوئد بهش میگن آربت سیوار آویف، یعنی یه مالیاتیه که سابکار بعد براتون چیز کنه، بعد اگه شما سابکار خودتون باشی خودتون بعد بپردازید. مثلا من زمانی که اینجا برای کسی کار میکردم اون مالیات سابکارم میداد، الان که کار مال خودمه. حالا خنده داریش اینه، شما 28% ما اینجا داریم به نام آربت سیوار آویف، یعنی سابکار. من میگم آقا سابکارم خودم هستم، میگه نه این مهم نیستش، اینو تو باید چیز کنی بدی. بعد 28% که میدی، بعد از اون پولی که سود داری تو 30% هم تو سوئد مالیات میگیرن ازت، یعنی میشه 58%. منتها ببین حالا اون... اگر 50% هم نباشه، تازه چیزای دیگه ای هم هست. شما مثلا اینجا میخوای بری، مثلا من خودمو مثال بزنم، مثلا حالا همه دوستایی هم که دارن این فیلمو میبینن دیگه فکر کنم خودشون و کسایی که اروپا زندگی میکنن، مثلا شما میخوای بری یه چیز الکترونیکی بخری، مثلا یه آیفون، میبینی اون آیفونو، همون آیفونو تو ایران بخری، میبینی خب 200-300 یورو ارزان‌تر برات در میاد، بعد میگی خب چه مرضی، میرم ایران بخرم. چون روی همون آیفون اینجا باید تکس بدی، اینجا میخوای بری هر چیز الکترونیکی بخری باید روش تکس خفن بدی. همین الان یه کاپیچینو خریدم 5 یورو تقریبا، نیم یوروش فکر کنم آویفتش بود، چیزش بود، تکسش بود. خب یعنی خیلی مسخره. بگم که این که این همه مالیات میگیرن، یعنی همینجا هم همینه، الان اسپانیا هم همینه، این همه مالیات میگیرن، بعد به پای پول خرج کردن دولت، به پای تو که میشه، اون موقع میگم قطره چکونی، اونم با میدونی دستنگی، یه جوری که انگار که پول زور میخوام بهت بدن. من وقتی دکتر میرم، دکتر زورش میاد به من جا، یعنی میگم فقط باید در حال مردن باشی، در حال مردن، یعنی هیچ جور دیگه ای به تو رسیدگی نمی کنن. ببین اصلا من الان 5 ماه یه مشکلی دارم و تو این 5 ماه نتونستم به جایی برسم، تا اینکه الان مجبور شدم برم بیمه خصوصی بکنم، چون همکارای من موقعی که به من گفتم دارم میرم بیمه خصوصی بکنم، به من برایشان گفتم تازه داری میشی یه اسپانیایی، یعنی چی؟ یعنی میخوای زندگی بکنی باید بری بیمه خصوصی بکنی خودت. اصلا حالا تو سوئد خودش اگه شما تا دم مرگ برسی، البته بهت بگم مثلا ما هر اتفاقی برامون میفته میریم، مثلا دلشون نمیاره عکس بگیرن اینا، چون همه چی دولتی، حالا صد برابر دارن مالیات میگیرن، بعد نهایتا دیگه بهت میگه برو آلودون، آلودون مسکنه. خب مثلا الان هر طرف مریض میشیم دیگه با خانومم نمیریم بیمارستان، میگیم فقط وقتمون تلف میشه تو صف بیمارستان بشینید، ببینیم اینا مسکن میگن. ولی اگه اونجا اینجوریه، یکی از مشکلات منم دقیقاً همینه، یعنی هر سری دکتر میری، هر مرضی داشته باشی از سرماخوردگی تا ایدز بگیر، میری دکتر آقا بگی مسکن بخور، بابا مسکن رو میخوام چیکار، لعنتی. تازه نه اینکه یه بار، دو سه بار که میری، تا دو سه بار بهت مسکن میده، تازه بعد از دو سه بار که درد نرفته ایبوبرافن و اینجور چیزا. آها اوکی، اینجا بهش میگن آلودون، یعنی دیگه خنده داره، میگن آلودون دوای هر مرضیه اینجا. یعنی واقعا همینه میدونید این، حالا یه سری از من خودم، حالا دوستانی هم دارم که اینجا هم هستن، ولی ببین یه سری ها هستن نمیدونم میخوان اینجا بوت بسازن، من نمیدونم، بوت نیست، به خدا اینجا بوت نیست، من فقط همینو میتونم بگم. نه میگم یه سری چیزا آخه عزیز، من فقط میدونی درسته، ببین دروغ دارن از غرب میگم، ببین من نمیخوام بگم غرب بده، نه، ولی آخه اون چیزی که ایرانی‌ها دارن میگن خیلی عجیبه، یه بهشتی تصویر میکنن. ببین پسر اومده بود اینجا، باورت نمیشه، اون موقع من تو کم بودم، میگفتش که، گفتم چرا اومدی؟ میگه هیچی، میخوام الان بریم یه خیابون. میگن دخترای اینجا همینجوری میان با آدم، ببخشید روزش میخوام میخوابن. دیدم اصلا این تصورش از غرب خیلی خنده داره، خیلی کمدیه. یعنی اصلا تو سوئد و اینا که از این حرف، حالا اسپانیایی شما یه مقدار، ما اومدیم یه خورده خبر بود، یه سری خبرات تو اسپانیا باز از این کلاب ملاپا و کلوپا زیاد دیدیم توی راه و اینا، ولی اصلا تو شمال اروپا از این خبرا نیست. تصورات خنده‌داری دارم.
والا چی بگم، خلاصه ای کلام که من فقط خواستم این صحبت ها رو بکنم باهات و واقعا بازم ممنون، دست در نکنم اینقدر شما دست در نکنم. میگم من به همه دوستانی که الان اینجا هستم، من نمیگم اروپا بده، نمیگم خوبه، یعنی هر جایی میخوام میگم نکات مثبت و منفی داره، مثل ایران، ایران هم قطعا نکات مثبت و منفی داره، ولی خب این که حداقل تو این وسط داری حقایق رو میگی، این خودش برای من جای بسی تشکر. اینم بگم با شرایطی که با کشورمون داشته، با شرایطی که کشورمون، چون اسپانیا یا سوئد نه کشور، به خصوص اسپانیا که یه کشور استعمارگر بوده همیشه، خیلی ها رو تونسته استعمار کنه، زبونشون هم ببره اونجا. کشور ما با توجه به این همه دشمنی و شوربختانه، با این بمباران رسانه‌ای که تا به امروز داره میشه، اینا رو اگر در نظر بگیریم، باز من میگم ایران خیلی وضعیتش بهتره. یعنی اگر کشور الان کشور دیگه این اتفاقات براشون افتاده بود، اصلا نمیتونستن رو پاشون وایسن، ولی ما هنوز رو پامون وایسادیم. و من فکر میکنم فرهنگ مردم عوض بشه. ببین ما تو ایران بیشتر مشکلمون خودمون با خودمونه. یعنی ما پارتی میگرفتیم، پلیس نمیومد اول، همسایه‌مون زنگ میزد به پلیس، میدونی؟ یعنی یه بحث. خب اینجا هم همینه، اینجا هم تو خونتون شما یه مهمونی بگیره همسایه زنگ بزنه، پلیس پدرتو در میاره اینجا. چه جالب. تو سوئد حالا مثلا ما تو ایران فکر میکردیم اینجوریه، مثلا تو ایران مثلا ما ساعت 1:30 شب مثلا صدای موزیک بالا بود، بعد مثلا پلیس که میومد خیلی هم ناراحت میشدی، آی خب شما همش اسلامی گشت ارشاد. در سوئد فقط شما شنبه یک شنبه قبلش هم باید اعلام کنی تا 12 شبونم، یعنی 12 بشه 12:02 دقیقه، ای کاش که فقط پلیس بیاد خونه رو ازت میگیرن، چون اینجا خونه ها کمونیستیه. تو سوئد خونه رو ازت میگیرن، میگن خونه دیگه مال تو نیست. یه چیز جالب دیگه ای هم که گفتی الان، این که میگفتی ما شرایط کشورمون دقیقاً هر چیزی، هر شما وقتی دو تا چیزو میخوای با هم مقایسه کنی، باید این دو تا چیز رو توی کاسه خودش بسنجی، یعنی نمیتونی شما یه پراید و با یه بنز 500 قیاس بکنی، خیلی قیاس مسخره ایه. شما حسابشو بکن، ایران رو توی اون منطقه و با اون همه تحریم، حالا شما حسابشو بکن، به قول رائفی پور میگفت والله کشورهای مثل یونان که تحریم هم نبودن الان دارن میمیرن از گشنگی، تازه تحریم هم نبوده، کشوری هم بوده که همه‌جوری هم بهش حال دادن ولی داره میمیرن. همین اسپانیا اینا تازه یه جورایی تازه از این بحران اقتصادی در دارن میان بیرون، ولی تا قبلش که اینا هم دیگه داشتن میمردن. یعنی میخوام بهت بگم که تازه کشور ما این همه تحریمه، این همه تحریمه، اگر به خدا قسم 50% اون تحریمه که روی ایران بود، روی اسپانیا یا حتی آلمانش هم بود، به خدا اینا میمردن از گوشی. ببین اسپانیا من یه چیزی دیدم، تو مادرید دیدم و توی مالاگا یه دو صحنه دیدم از دو تا از محله که خانوما اومده بودن، صندلی گذاشته بودن، شلوارشون هم در آورده بودن، فقط شورت پاشون بود، البته بالا تنه چون یه خورده سرد بود کاپشنو پوشیده بودن، صندلی گذاشته بودن، یه آتیش روشن کرده بودن، قیمتشون هم نوشته بودن رو کارتون. هم تو مادرید، جنوب مادرید من رفتم یک سر، هم جنوب مادرید اینو دیدم، هم توی مالاگا دیدم. نمیدونم توی بارسلونا همچین چیزی هست. یه بارسلون که هست قطعا هست، مگه میشه نباشه. من ولی من اینو خودم اعتماد فیلم هم گرفتم، حالا منتشرش میکنم. یه چیز جالب بهت میگم که اعتماد این جور زنها توی بارسلونا دقیقا دیوار به دیوار دانشگاه وای میسادن، محل آموزش دیوار به دیوار دانشگاه وای میسادن. حالا خنده‌دار بهت بگم، ما داشتیم از مالاگا برمیگشتیم سمت مادرید سوار هواپیما بشیم، وسط راه یه دونه نوشته بود، مثلا توی راهی که نوشته بود مثلا خوراک میخواید بخورید 500 متر جلوتر، مثلا دیگه گشنمون شده بود، رفتیم اونجا پارک کردیم، یه مرد گفت فرار کنه از اینجا، گفتم تو با این کلاپای چیزه، گفتم با ول کن توی چیز داره، تو خیابون داره که 500 متر جلوتر وقت چیز ناره. اومدیم با خانم بریم تو، دیدیم اصلا یه داستان وحشتناکیه، یعنی از این کلاپای سکسی بود اینا. بعد برام جالب بود که حتی توی راه گذاشتن، توی راه اصلا یه همچین چیزی من ندیدم تو هیچ جای دنیا، یعنی چیزایی تو راننده کامیونه گذاشت، یعنی چیزایی من تو اسپانیا دیدم چشم و گوشم باز شد. ببین باور کن من خیلی سفر میرم، یعنی چیزایی که تو اسپانیا بود یه همچین چیزایی ندیده بودم، یعنی باور نکردنی بود از این نظر. البته بگم ما خیلی هم ارزون بود و خیلی هم از بابتای دیگه از اسپانیا خوشم اومد، یعنی که از گزینه‌های زندگی به صورت جدی اونجا، ولی خیلی برام جالبه. تازه اینایی که شما دارید میگی، من شما تازه اعتراض داری به اسپانیا، میخوام بگم اسپانیا منی که حداقل 3 تا کشور رو دیدم بگم بهترین جاییه که تا الان دیدم، یعنی از نظر اینکه شما به شرطی که پول داشته باشید، یعنی خب بیشتر سویدیا بریتانیا همه جای دنیا عالیه، نه همه جا نیست، مثلا کانادا که رفته بودم خب خوراکاش، ببین مثلا اسپانیا حداقل خوبیش اینه که خوراکاش ارگانیک واقعا، آب و هوا یه بحثه. ببین خوراکایی که دارن میخورن تراریخته و فروریخته و همین چیزای گلوبالیستی نیست، مثلا کانادا شدیداً گلوبالیستی به خوراکاش،
یعنی وحشتناک بود. اسپانیا گزینه‌های خیلی، ولی با این وجود خیلی برام جالبه که سیستم بیمارستان یک سیستم دیگه‌اش مثل دقیقاً اروپاست. مثل یعنی شمال اروپاست. خب بعد شد.